شاهدان عینی میگن افراد ناشناس که سوار بر یک موتور نو پیکاپ بودند پس از توقف در منطقه ریگریشن 40 ستون ناحیه 7 شهر کابل دو راکت را به سوی محل برگزاری لوی جرگه پرتاب کرده به زودی با استفاده از این موتور از ساحه فرار کردند. ما خانه بودیم، از خانه که برام اومدم دیدم که یک موتور سفید چی بود، پیکاپ ویلاکس بود. نگم ایشون اومد، نگم اون جنگ چی شد، یک موشک چی بود اون رفت دیگه هم طرف بخیام شهر رفت. 15 در قسمت ساحه ریگریشن که یک ساحه تقریبا مخروبه و به شکل خرابه است، از قبل این ساحه ریگریشن بوده، در این ساحه دو فایر راکت فایر میشه. متاسفانه امروز صبح شاهد دو فایر راکت بودیم که خوشبختانه هیچ نوع تلفات در پی نداشت، فقط یک فرد ملکی زخمی شده. باشندگان ناحیه 7 شهر کابل منطقه را که از آن راکت شلیک شدن ناامن خوانده میگن. در گذشته نیز در این ساحه یک قتل صورت گرفته و مردم از این ناحیه احساس خطر میکنند. آنان همچنین از مسئولین امنیتی میخوان در این منطقه برای تامین امنیت یک پاسگاه امنیتی را ایجاد کنند. ده ساحه پل حسن هستم. اینمی ساحه را که شما مشاهده کردین که صبح ساعت 8 بجه از اینجا دو مرمی فایر شد طرف خیمه لوی جرگه. دیگه ما قبلا هم امی ساحره که شما مشاهده کردین امیجا چند واقع پیش شده بود که برام کل برادران معلوم است یا قتل امیجا صورت گرفته بود. پلیس کابل دانست که دو فرد مزنونه که اینا به تعداد 8 میل تفنگچه و 3 میل کلاشینکوف با 1 میل راکت انداز داخل شهر کابل میخواستن بکنن و به منظور اخلال و جرگه که ما شما شاهد از او هستیم اینا توسط پلیس کابل ما در یکی از دروازه های کابل دستگیر شدند. این راکت در حال پرتاب میگردد که قبل از برگزاری لوی جرگه انعنوی طالبان اخطار داده بودند که افرادی که در لوی جرگه انعنوی شرکت میکنند خواهند کشت و همچنان محل برگزاری لوی جرگه انعنوی را هدف قرار خواهند داد. عزیز الله فروغی، تلویزیون نورین، شهر کابل.